اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران گرامی. عرض کردیم خواهران گرامی، یاد این مطلب افتادیم که خیلی از حاضرین در جلسه نسبت به سر و صدایی که در سمت خواهران هست، مثل همه مجالسی که هست، خورده اعتراض دارن، میگن که بخوان حالا از بحث استفاده بکنن سر و صدا اجازه نمیده. ای بزرگواری به فرمان تفسیر و تأویل سخنرانی های حقیر رو در حین سخنرانی بگذارن برای بعد، خیلی خوبه انشاءالله. خب ما شبهای گذشته راجع به مقامات زیارت عاشورا صحبت کردیم و مقام براءت و لعن رو باز کردیم و عرض کردیم برخی از افراد لعن میشن و برخی از جریانها اون افراد هم به خاطر کارهایی که کردن، اون جنود جهل که در وجود اینها تجلی پیدا کرده، یک سری افراد انقدر خواستن که اسمشون اومده و یک تا جایی که میشد که خیلی هم متول نباشه و خسته کننده نباشه و از موضوع ما رو خارج نکنه، راجع به برخی از این افراد صحبت کردیم. عرض کردیم مثلا بنی امیه اصلا خود شجره ملعونه است و کل خاندان لعن شدن، بنی امیه تن قاطبه. در روایت داریم که فردی از بنی امیه خدمت امام باقر علیه السلام رسید، مثل زن بچه مرده گریه میکرد، حق حق میکرد. حضرت هم چنین تو گریه میکنی؟ عرضه داشت چطور گریه نکنم وقتی کل خاندان ما لعن شده است از زبان خدا و زبان شما؟ حضرت فرمود نه، تو از اونا نیستی، تو از مایی، هرچند ژنتیک چیه از اونها باشه. بعد این آیه اشاره فرمود که خداوند متعال به حضرت ابراهیم میگه اون کسی که تو رو قبولت دارن از تو هن. و جالب اون کسی که از فرزند پیامبران باشه اما این ساختار فکری رو قبول نداشته باشه، خداوند در وصفش میگه که لیس من اهلک. پسر نوح رو خداوند متعال در قرآن فرمود این پسر از اهل تو نیست، از اهل بیت تو نیست، اهل خونت نیست، هرچند از ژن تو باشه. برخی از اهل سنت برداشت کردن که اون فرزند حضرت نوح علیاذ بالله زنازاده بوده، یعنی همسر نوح خدای نکرده زنا. اینو عرض کردیم ما شیعیان عمومه، حالا یک نفر یه گوشه یه حرفی بزنه نه، اون چیزی که یه حرف شاذ و نادری بزنه نه، علمای شیعه اتفاق دارن که همسران و پیامبران دچار این گناه نمیشن، چون یه همچین نسبتی در درجه اول توهینش برمیگرده به کی؟ به همون پیامبر که با همچین کسی زن. یهود اعتقاد داره مثلا حضرت هوشع نبی رو در کتاب هوشع نبی متاسفانه آورده که زناکار بوده. ما اعتقاد نداریم، بعضن میشنویم خدای نکرده یک جای نسبت فحشا میدن به برخی همسران و پیامبران، اینا بفهمن که این سیره اهل بیت نیست، به اسم اهل بیت هم این اراجیف رو نگن. اگر راجع به همسران پیامبر خودمون گفته میشه ام المؤمنین، خوب عنایت داشته باشید. برخی خیلی تصور میکنن و توهم میزنن، فهم میکنن صرف ام المؤمنین بودن فضل. نه خیر، به مؤمنان گفته شده که اینها مثل مادرشون. از چه حیث؟ این مهمه. از این حیث که باهاشون نمیتونید ازدواج کنید. طلحه برگشت گفتش که پیامبر را اشاره کرد که این با خیلی از دختران ما ازدواج کرد، بمیره من با عایشه ازدواج میکنم. این خبر پیامبر رسید، پیامبر گریست که هنو من زندم، برای ناموسه من نقشه کشته. اینو آیه نازل شد، نه خیر، همسران پیامبر بعد از پیامبر حق ازدواج ندارن، هر کی میخواد طلاق بگیره قبلش. همین الان یکی از زنای پیامبر طلاق گرفت، گفت من خواهم بعدش ازدواج کنم، گفت طلاق بود. آزادی شما. این آیه نازل شد، نه، اونا برای شما مثل چی هم؟ بگید مادر. حالا ما یه سوال بپرسیم، مثل مادرن یعنی مثلا سرم میتونستن لخت کنن جلو مؤمنین؟ نه خیر، فقط از این حیث که چی؟ ازدواجش بر شما حرامه. امتون که یک کسی با مادرش امتونه ازدواج کنه. من موندم حالا مثلا در مورد تک تک همسران پیامبر میشین لفظ استفاده کرد، چی؟ ام المؤمنین میشه گفت. و این فضل بگید نیست، همین که بگید فلانی صحابه پیغمبره، باش، فضل
این چه جور صحابه بوده؟ صحابه منافق بوده؟ یا کسی مثل امیرالمومنین بوده؟ هر دو تا اینا میشن صحابه پیغمبر. اینا مشکلاتی که ما به لحاظ فهم دینی تو بین بچشیای خودمون داریم. یکی شما در مورد یکی از همسایه‌های پیغمبر لفظ ام المؤمنین استفاده می‌کنید، عکس ما رو درست کردن، اسم یکی از زنان پیامبر رو گذاشتن، عکس دست ما اینطوری که داریم، میگیم یا امی یا فلان مثلا اسمش. این آدم احمقی هن. نه سواد قرآنی دارن، نه سواد عقلی، عقلم ندارن، یعنی نه قرآن درست خوندن، نه اهل بیت درست فهمیدن، یعنی عراجیفی میگن. بعد از میگفتم یه وقت برداشت غلط نشه تو بحث داریم. بله از نگاه اهل بیت و نگاه قرآن اینکه تو بچه کسی باشی همین خودش فضل نیست. تو چقدر اون تفکر رو قبول داری؟ شما تفکر اهل بیت رو قبول کنید، همه تون بچه های امیرالمومنینید. خیلی هم جاتون از جعفر کذاب بهتر که هم بچه امامه، هم برادر امامه، درست شد؟ پسر نوح باش، ژنتیک نوح داشته باش، چه در میخوره؟ تو مملکت ما همینه، بعضی ژن خوبن، مثلا بچه فلانی ها دلیل نمیشه. خودشو به عنوان یک پرونده، به عنوان یک پروژه، به عنوان یک کیس بررسی کنید، ببین لیاقت داره یا نه، فارغ از این که بچه کسی هست یا نیست. چه اهمیتی داره؟ گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ اما تو مملکت ما خیلی حاصل. اینا درست بشه. وقتی ما میگیم بعد اهل بیتی رفتار بکن تو حوزه سیاسی، یکیش همینه. کسی که این ایده ها رو قبول داره فرزند این انقلابه. شما این شعار میدن، میگن نواده روح الله سید حسن نصر الله. بله، یا نوه ما میره، کسی که تفکرش رو قبول داره، کسی راه امامو داره میره، امام هیچ کسی پوشیده نیست. اصلا امام به حدی ضد اسرائیلی بود که نمیتونی تصور کنی. سال 41 بود، کی بود توی فیضی طلبه رو انداختن پایین؟ 42 بود ها، انداختن پایین. بیانیه امامو بخونید، امام میگه اسرائیلی ها اینا رو نخواه پایین. اون سال اصلا مردم ها نمیتونی اسرائیل چیه، اسم شهر دهات خوردنیه. اون سال چه نه 57، 15 سال قبلش امام داشته میگفته اسرائیل. حالا کی زد اسرائیله؟ هر کی زد اسرائیل بچه امام. فلزا وقتی ما داریم بحث میکنیم راجع به این که میگیم آقا یک عده‌ای به صورت گروهی لعن شدن، میگه که بله در این شجره، در این خانواده از قضا خیلی هاشون ضد خدا، یعنی اون تعصب عشیره‌ای براشون غالب شده. خب حالا بریم سراغ یه بحث دیگه تو بحث لعن و براءت. آقا این که امام یه کسی رو لعن کنه ما داریم دیگه، درسته؟ وقتی خدا لعن میکنه امام لعنت نکنه، چیز عجیبی نیست. این با اون هدایتگر بودن امام در تضاد نیست؟ شما مثلا امام باید هدایت کنه دیگه، این قابل جمعه. خود شاید امام در حال هدایت دائم دیگه. ببین من به شما بگم، من و شما بودیم عمرن 1% احتمال نداره خور رو ببخشیم. حر ابن یزید ریاهی کسی که اصلا امام حسین رو گیر انداخت اونجا، حضرت رو مستعصل کرد، میگفت سمت یمن برم، میگفت نه سمت ایران برم، نه اصلا حضرت این نبود که بره خودشو به کشتن بده که، میگفت باشه من بیعت بکن نیستم، اما اگر اون آدم نمیتونه منو توی مکه و مدینه ببره من میرم ایران، میرم یمن. میگفت نه من اجازه ندارم. گفت پس بذار این طرفی برم. گفت اون طرفو بهم نگفته نرو ابن زیاد، با هم فعلا بریم، من تو راه پیک میفرستم خبرشو برام بیاره، اگه گفت نه اونورم نباید بریم. اونجا زهیر ابن قین برمیگرده میگه بابا اینا که الان کمن بزنیم باشون بجنگیم بکشیم، حضرت میفهمه من شروع کننده جنگ نیستم. بعد اون پیکی که به سمت ابن زیاد فرستاده شد برمیگرده، اون میگه که نه، گفته همونجا توی یه جای خلوت پیدا کن، همونجا گیرش بنداز نگهش دار. و هر همون کارم میکنه، تا صبح عاشورا هیچ اتفاقی نیفتاده. صبح عاشورا وقتی میاد سمت اینا، بخونید تاریخو، وقتی هر حمله میدو با اسبش به تاز میاد سمت سپاه امام، بسیاری از لشکر عمر سعد تصورشون بر اینه که هر یک تنه جنگو شروع کرد.
تا این حد که میاد میرسه خودش میندازه پایین. حالا امام حسین اینو میپذیره یا نمیپذیره؟ اینو چجوری میپذیره؟ میره تو عجب اسم خوبی مادرت رو گذاشته، تو آزاده ای، تو برگشتی، بغلش میکنه، اذن میدان بهش میده، میگه حالا برو ببینی هدایتگر بودن تا کجا، تا چه حد. اما همین امام، امامیه که وقتی میره، چون بحث هدایت، چون امام میدونه رو این آدم داره جواب میده، یک سری افرادن اصلا هر چی هدایتشون کنی آتیششون چی میشه؟ بیشتر امام میده هر جمله که داره میگه، این داره یه بخشی از اون، مثل پیازن آدم ها، بعضی ها یه لایه بر میداری، یه لایه دیگه باید برداری، یه لایه دیگه باید بری، اما بالاخره برطرف میشه. نگاه کن شما یه کتابی رو بگی جلوی نور، یه صفحه بزن بازم نور رو نمیبینی، دو صفحه بزن نور رو نمیبینی، سه صفحه بزن نور، تو این تکرار، تو این تذکرها نور دیده نمیشه، این لامپ پشتش دیده نمیشه، اما داره از این لایه ها چی میشه؟ کم بالاخره میرسی به صفحه آخر. بعضیا اینجوری، بعضیا نه، بعضی اصلا هیچ چیز بتونن، هیچ فایده ای نداره، رسوخ نمیشه که. حضرت وقتی میاد میفرماد بابا من استدلال قرآن براشون میخونه، حدیث براشون میخونه، از سنت پیامبر براشون میگه، بعد خودشو معرفی میکنه، یه وقت یک کسی از اینا شاید من نمیشناسه، بذار ببین من حسین ابن علی ام، من پدرم جزء خلفا، من خودم جزء صحابه محسوب میشم، با صحابه که همه اینا رو توضیح میده، برمیگردن میگن بغزن لعبیک، ما اساسا چون بچه علی اومدیم اینجا بکشیمت. خب دیگه این تمومه دیگه. بعدش شما رفتار امام حسین رو ببینید، براتون روایت بخونم. فقال حمید ابن مسلم فوالله ما رأیتو، میگه والله به خدا من به عمرم ندیده بودم، ما رأیتو مکثورن قطن قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه، میگه به خدا قسم مردی را به عمرم ندیده بودم که این چونین گرفتار، شکست خورده، خب قد قتل ولده، بچه هاش به خاک و خون کشیده شده باشن، و اهل بیتش و اصحابه، خب اربت جعشن ولا امضا جنانم من علیه السلام، کشته بیان که دلدارتر و محکمتر و پابرجاتر از این آدم باشه. میگه وقتی میجنگید اصلا انگار نه انگار این آدم کسی که همین الان علی اکبر تیکه تیکه شده رو برداشت برد به دارالعلوم. ان کانت الرجاله لتشد علی فیشد علیها، حالا دیگه عربیاشو براتون نمیخوام، فارسیش میگه که چون پیادگان بر او حمله میکردن، او با شمشیر چنان به آنها حمله میکرد و آنها را از راست و آنها از راست و چپ میگریختند، چنان که بر گله گوسفندی، حالا این لفظی که استفاده کرده گرگ استفاده میکنه، گرگی به گله گوسفند بزنه. میگه جوری حضرت به اینا حمله میکرد، اینا دو نیم میشد سپاه. اینجا یه نکته اتفاق میفته، ببینید امام تا آخرین لحظه داره هدایت میکنه، اما وقتی راه هدایت میکنه براءت رو باید نشون بدی در عمل. امام براءت خودش رو از اینا در عمل شمشیر میکشه. یکی از ایرادات اساسی که به عیسی ابن مریم دروغینی که به صلیب کشیده شده وارده اینه که چرا اینجوریه؟ داشته چی میگم؟ چون حضرت عیسی نیست دیگه. و اون سوال که مسیحی‌ها داریم میگیم این چرا بالای صلیب دیگه میگه ایل ما شبختنی، خدای خدای چرا تنام گذاشتی؟ عیسی نبوده که، این یهود اسخریوطی بود، تو فقه یهود فکر میکرد این مدعی پیامبری، گولش زده بودن، بعد که خود شبیه حضرت عیسی رو صلیب داشتیم و گریه میگم با خدا چرا من تنها گذاشتی، بچه این بلا سرم اومد، چرا من دارم میزنن. تو انجیل بخونی بارها حضرت عیسی خودش منکر میشه بعد اینکه میگیرنش، میگه با من عیسی نیستم، من اونم مسیح همینا آیه رو نمیخونم. فرزن اون مسیح بوده بالای صلیب، خب قربون شکلت برم، او رو مقایسه کن با کسی که داره بالای او بالای صلیب داره میگه که خدا چه تنهام گذاشتی، و این عزیز تو گودال داره میگه رزم به رزاک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک، خیلی فاصله است، درست شد؟ یعنی حتی اگه همونم درست باشه باید بیای دور حسین بچرخی، اگه دنبال انسانیتی، اگه دنبال کام. اصلا نیچه که فلاسفه غربی دیگه،
نیچه نقدهای بسیار جدی به مسیحیت داره. دلیلش هم چیه؟ رفتار حضرت عیسی. میگه من هر جور فکر میکنم این چه جور پیغمبری، آقا این چه کارهایی داره میکنه. ما میگیم اون حضرت عیسی نبود، یکی دیگه بود به صلیب کشیدنش دیگه. این که کم نمیاره، تا آخرین لحظه میجنگه. امیرالمومنین دغدغه هدایت نداره؟ در ماجرای یمن امیرالمومنین قبلش آقا رسول الله خالد بن ولید رو فرستاد. خالد بن ولید رفت اونجا کشتار کرد، جنگی هیچ غلطی هم نتونست بکنه، هیچ کاری هم نتونست بکنه. یمن کوهستانی بود، اصلا میتونن رد بشن، تیراندازاشون میزدن. همین الان هم عربستان سعودی هیچ غلطی نمیتونه بکنه یمن. امیرالمومنین رفت یک قطره خون نچکید، گفت من میخوام براتون حرف بزنم. حرف که تیغ نیستش، بیا حرف منو بشنوی قبول میکنی یا نه. هدایت به زور شمشیر که نیستش که. من به شما بگم، من رایفی اونجا اعلام میکنم کشورگشاییایی که بعد از پیامبر صورت گرفت در مورد اسلام رو بنده قبول ندارم، سخنرانی هم خواهم کرد. هیچ کدامش اسلامی نبود. همین خالد ابن ولید در جنگ ذات العیون 1000 جفت چش در آورد، کجا اسلام گفته بود؟ همین داعشی ها همین کارا رو از امثال خالد ابن ولید یاد گرفتن. خالد ابن ولید کیه؟ یک از صحابه پیغمبر. توضیح بیشتر همونی که دست امیرالمومنین رو تناب بسته. ما دردمون اینه که اینا نباید اسلام معرفی بشن از غذا. میگن آه اگه اینجور نشده بود ما ایرانی ها مسلمون نبودیم. حرف مزخرفتر از این من تا الان نشنیده بودم. اندونزی هم اینا رفتن با شمشیر بردن مسلمون کردن. بزرگترین میدون که جمعیترین کشور اسلامیه، 200 میلیون مسلمون داره. چه استدلالی؟ از غذا کارهایی که اینا کردن باعث شد امروز بگن چی؟ اسلام دین چیه؟ شمشیر. امیرالمومنین رفت یمن، برگشت یه قطره خون نریخت، همشون مسلمون شدن. امیرالمومنین مالک از این ور سپاه میزد تو سپاه، از اون ور در میومد میزد و بعد امیرالمومنین نمیزد، یکشو میزد، دو تا نمیزد، سه تا رو میزد. بعد به شوخی به امیرالمومنین گفت یا مثلا امروز، بگیم آقا چرا اینجوری مثلا میجنگی؟ حالا شوخی مثلا حضرت فرمود آخه من نگاه میکنم میگم تو 6 نسل بعدی یه دونه محب به ماست. من اینا اون یه دونه میارزه 5 تا باباش بزرگتر بالا سرش زندگی داشته باشن. یا داریم که امیرالمومنین تو یه سری از جنگا دست میشکوند، یعنی همیشه داشت میجنگی دست بغلی اون یک نفر دیگه مثلا میگرفت دستشو میشکون که شمشیر نتونه دست بگیره. داره سوا میکنه اون لا. عنایت داشته باشید، چون دستش میشکه از شمشیر نمیتونست دستش بگیره. طبق قوانین اسلامی چی بود؟ دیگه نمیتونست بکشیش. اسلام میگه کسی که شمشیر برداشته رو باید بکشی. این مهربونی رو شما نسبت به دشمن هم داشتن. اما یک جای دیگه حجت چی میشد؟ تمام میشد. اگر اهل بیت غضب میکردن برای خدا غضب میکردن. ما موارد متعدد داریم که میگه رگ گردن حضرت زد بیرون در مورد امام. نقل شده که آقا فلان معاذ رو رگ گردن حضرت زد بیرون. این شدت عصبانیت برای چی بوده؟ ببینید یکی به یکی دیگه فوشی داده. یکی حق یکی دیگه رو خورد. کوتاه نمیمدن. چون حق خدا بود، حق خودشون نیستش که. حضرت میخواد به ما بفهمونه تو این سناریو، تو این نمایش نامه زیبایی که تحت عنوان کربلا به تصویر کشیده شده، این جماعتی هن که از 6 ماه هم کی نمیگذرن، جنازه هم تیکه تیکه میکنن. خب کشتش دیگه، افتاد دیگه، با جنازه چیکار داری؟ بیماره دیگه. همین شهید حججی میدونی پیکره کهشون برگشت سالم نبود دیگه، این پیکر تیکه تیکه بود. سر رو که بریدن بدن رو مسله کردن، تیکه تیکه کردن، انداختن تو بیابون. بعد این سگها و حیوانات درنده و شغالها اومده بودن گوشتهای این پیکر مطهر رو میگن خورده بودن. من سوریه بودم، همین 10 روز نمیشه برگشتن. بچه های اونجا برامون تعریف میکردن، میگفتن یه خورده چند تا استخون بود آورده بودن. تو سر بریدی چرا تیکه تیکه میکنی بدنو؟ حضرت داره یه چیز رو به ما میفهمونه، میگه ببینید این جریان یزید، این انحراف نتیجه اون سقیفه است. میخوای بدونی اگر از حق فاصله بگیری میزان انحراف تا کجا میشه؟ تا اینجا که ببینید با 6 ماه چیکار میکنه. امروز خدا داره حجت تمام میکنه، به خدا قسم به مسلمونا علل خصوص، که ببین فقهی که اهل بیت رو بذاری کنار تش چی میشه.
ببین از توش چی در میاد. به این داعشی ها رو ببین، از اسلام ابو سفیان جز سفیانی بیرون نمیاد تا امروزمون. امیرالمومنین از معاویه نمیگذره، چون میدونه اون آدم هدایت پذیر نیست. همین زیاد که بعدن شد جز عمال معاویه، امیرالمومنین حکم استان فارس رو برای این زد. این حرامزادگیش مسجل بودش، میگفتن زیاد ابن ابیه، زیاد پسر باباش، یا وابن مرجانه، شنیدید؟ برای چی میگفتن؟ یکی اسم مادرشو میگفتن، یعنی که پدرش مشخص نیست، اصلا در بین اعراف فحشه، تو این بخوان بکنن اینجوری میگن. همین زیاد، جالب برای شما بگم، معاویه به این نامه نوشت که بیا به سپاه من، به سمت من. همین زیاد جواب نامه معاویه رو اینجوری نوشت، اون موقع حاکم امیرالمومنین تو استان فارس ما بود، نه که فارس اون موقع خیلی بزرگ بود، شامل بوشهر رو تا جنوب و خلیج فارس اینا می‌رسید. نامه تو به دستم رسید ای فرزند بازمانده احزاب، زیاد داره معاویه میگه، و ای فرزند ستون نفاق، و ای فرزند خورنده جگرها، تو مرا تهدید میکنی در حالی که بین من و تو پسر عموی رسول خدا قرار دارد، که با 70,000 شمشیر و 70,000 نفر شمشیر به دوش آماده اند. به خدا سوگند اگر بخواهی مرا با تیر هدف قرار دهی، من با شمشیر خونریز به طرف تو خواهم آمد. این زیاد شروعشو ببینید. بعد از شهادت امیرالمومنین معاویه روش وقت گذاشت، چون این بارها توهین بهش شده بود دیگه، یعنی بهش میگفتن حرامزادگیش، یه روز تحقیر شده بود از این جهت، معاویه برش پیغام فرستاد که آقا من خواهم یه رازی رو آشکار کنم، تو پدرت معلومه کیه. دست گذاشت رو نقطه ضعف این به لحاظ چی؟ سیاسیش. امروز میخوام بگم اون روانشناسی سیاسی که ماها نداریم، تمام این سیاستمدارای ما تو مملکتمون قبل از اینکه سیاستمدار بشن یا آدمن مثل من شما، حب دارن، بغض دارن، سردیشون میکنه، گرمیشون میکنه، ها؟ بعد اینا وقت بعضیشون زود عصبی میشن، بعضی کمتر دیرتر، بعد رو اینا وقت گذاشت، همه رو به یه چوب نباید روند. امیرالمومنین شما میبینید یه جایی از بعضی از اینا تعریف میکنه، چون اون آدم آدمی که نیاز به چی داره؟ تعریف داره. دست گذاشت رو نقطه ضعفش. سالها بهش گفته بودن حرامزاده، یوی براش به گفتش که داستان چند نفر شاهد آورد که شاهد زنای ابو سفیان با مادر کی بودن؟ زیاد بودن. و کار استلحاق انجام داد. چیکارش کرد؟ گفتش که بعد از اون اسمش شد زیاد ابن ابی سفیان. خودش هم کی بود؟ معاویه ابن، گفت تو داداشمی. رفت اون ور. کارش به کجا رسید؟ شد حاکم همزمان کوفه و بصره. رفت تو بصره یه خطبه خون، گوش کنید. اینا بعدمون یه امیرالمومنین شهادت است، امام حسن هم زدن، ها؟ حاکم شده حاکم. وقتی دارم میگم کوفه و بصره، شما فقط کوفه، وقتی دارم میگم کوفه و بصره یعنی کل ایران بگیرید تا مرزای هند، تا مرزای پاکستان، همه اینا زیر نظر حاکم کوفه و بصره بود. پولاش اول میمد اونجا، بعد میرفت به خزانه اصلی. خیلی مهم بود. به خدا سوگند، اینا زیاد داره میخونه، من ولی یه هر فردی که به جرم گناهکار دیگر تحت ولایت او باشد گرفتار خواهم کرد. گفت من کاری ندارم، بچت کاری بکنه بابا رو میکشم. این چه عدالتیه؟ و هر مقیم بازمانده را به جرم گریختگان تعقیب خواهم نمود. گفت یارو بذار در بره، تو بمونی تورم میکشم. هر تندرست را به گناه مجرم بیمار مؤاخذه خواهم کرد. سالم و عوض مریض میزنم. به حدی که اگر گناهکار برادر خود را ببیند به او بگوید ای سعد بگریز که سعید مرتکب جرم شده. گفت ایکس فرار کن، ایگرگ مرتکب جرم. داداش عوض داداش خواهم کشت. مگر آنکه راست شوید. من که اون کار که من میگم انجام بدید. ها؟
حالا کار که تو میگه هر الزام حرف اسلام خداست پیغمبر، نه، حرف معاویه است. بدانید که دروغ بر سر منبر مشهود عموم است. اگر از من یک دروغ بشنوید بگویید تمرد و عصیان ما بدون عقاب خواهد بود. گفتش که تاله از منم عدینم دروغ، یعنی این کاری که گفتم چیکار میکنم؟ انجام میدم، من دروغ نمیگم. حالا ابو بلال بلند شد گفتش که از خوارج بود، برگشت گفت این چی که تو گفتی با حرفایی که ما از پیغمبر شنیده بودیم از خدا شنیدیم در تضاده. ولا تزر و وازرتم وزر اخرى، کسی بار گناه دیگری رو به دوش نمیکشه. برگشت بهش جواب داد ای ابو بلال، ما برای رستگاری تو و میان تو که میخواهی راهی برای به کار بردن عقیده خود پیدا کنی راهی نخواهیم یافت مگر اینکه تو خود در خون خود غوطه ور شوی و شنا کنی. گفت اگه میخوای این عقیده رو داشته باشید یه راه بیشتر نداره، این که میمیری. در تاریخ اینجوری اومده، میگه زیاد عبدالله ابن حسین باساد یا حسین هم میگه به ریاست شهربانی اونجا گذاشت و مردم مهلت داد به اندازه رفتن یک پیک به کوفه و بازگشت دستور داد که بعد از نماز عشا هیچ کس نباید در کوچه باشد. حکومت نظام اعلام کرد، میگفت یه سوره بقره میخونم، سوره بقرم تموم شد هر کی بود گردن میزنیم خودتون. بعد از اتمام مدتی درنگ میکرد و سپس به رئیس شهربانی فرمان میده که سوار شد و در شهر گردش کند و هر انسانی را که در شهر ببیند بکشد. شبی عرب بدوی را دید و وی را نزد زیاد برد. زیاد از او پرسید آیا ندای جارچی را شنیدی؟ گفت نه به خدا، من شتر شیرده خود را آوردم و در محلی جا دادم. اصلا بیرون شهر اومده بود بدبخت و خود پی جا میگشتم و از ندای امیر اطلاعی نداشتم. زیاد گفت من گمان میکنم که تو راست میگویی، ولی کشتن تو به صلاح ملت است. دزا فرمان داد که او را بکشن و گردن او را زدن. خب یه نفرم نباید از این حکم در بیاد. راست میگی، حالا تشخیص همین راست میگه، اما باید بکشم، شرمنده. ابن ابوالحدید معتزلی سنی می نویسه 4 نفر را تحت فرمان عبدالله ابن حسین یرعوبی قرار داد و بعد از مهلت مقرر به وی گفت هیچ کس را نمیبینی مگر اینکه سرش را برای من بیاوری که اگر خودت همراه کسی بیایی اول گردن تو را خواهم زد. گفت ماسمالم نمیپذیرم، ببینم یه نفر داری با خودت میره اول گردن تو رو میزنه بعد میپرسم چی به چی. او در شب اول سر 700 تن را قتل کرد در شهر، در شب دوم سر 50 تن، در شب سوم سر 1 تن و بعد از آن سر کسی قتل نشد، چون مردم بعد از نماز عشا به منزل خود میرفتن. حتی سوره بقره هم وای نمیستادن اون منزل، گفتن ریسکشه وقتی دیگه که سرعتش تون بود تون تون خون. به گونه سری به منزل خود میرفتن که بعضن کفش های خود را در مسجد جا میگذاشتن. نماز تمام میشد پا برنف میگو ولش کن کفشم 10 ثانیه وقت میگیره. این زیاد وقتی میگه آل زیاد، ببین چی شد، از کجا این همون آدم به ظاهر انقلابی که داره چجوری جواب معاویه رو میده، کارش به اینجا میرسه که برای معاویه استقرار و حکومت شیطان داره آدم میکشه. چجوری میشه آدم آدم باشه؟ مبنا بغض خدا باید باشه نه بغض معاویه. ببین چجوری داره میکشه، برای کی؟ برای خدا؟ برای معاویه. این یادش رفت که این فرزند ستون نفاقه. این وقتی میگه فرزند ستون نفاق، پس ستون نفاق منظور کی بود؟ ابو سفیان. اومدن بهش گفتن همون ستون نفاق باباته، گفت حالا ای بی نداره حالا اینجوری. آره دیگه، وقتی اون کار استلحاقو انجام داد این شد دیگه. اونجا که خدا عذاب میکنه و خدا براءت میجوه و خدا لعن میکنه و خدا اون رو مستحق عذاب میدونه، اگر تو اونها رو مستحق عذاب ندونی نشونه ضعف ایمانته. براید یعنی اول دعای افتتاح چی میگی؟ اول دعای افتتاح که شروع میکنی و ایقن تو من یقین کرد انک انت ارحم الراحمین، تو بخشنده ترین همه بخشنده هایی، فی موضع العفو و رحمت، تو جایی که بخواد عفو و رحمت بشه، و اشد المعاقبین، و وقتی هم بخوای تعقیب کنی یه چیزی رو گیر بندازی، فی موضع النکال و النقمه، و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریا و العظمه. یه وقتی هم بخوای پیگیری بکنی هیچ کس بالا سرت نیست، رو دستت نیست. مگه شما نمیگی؟ میگی علی قسیم نار و جنت، علیون حبهو جنه سپر قسیم نار و الجنه. بله همونقدر که بهشتی میفرستیم و جهنمی هم میفرستیم،
پیامبر فرمود اوثق عرا، عرا یعنی عین ره، یعنی دستگیره. عرا الایمان الحب فی الله، بهترین دستگیره های ایمان، اوثق با وثوق یعنی محکم دستگیره، بکنده نمیشه، محکم بگی بکش نترس. الحب فی الله والبغض فی الله، حب برای خدا بغض در آخه. یعنی به این فکر کن خدا از این آدم خوشش میاد یا نه. اگه خوشش نمیاد نباید خوشت بیاد. حالا اون فرد رو ما میبینیم خدای نکرده بعض موقع میریم با کیا دوست میشیم، با کیا هم نشینی میکنیم، حواسمون هست؟ بس امروزی ها نداریم با این کسی که باشن هم نشینی میکنیم. یک موقعی هست شما هدفت هدایت اون فرده، یعنی چی؟ میگه من به این آدم نزدیک بشم، درش هم اینو دیدم که چی میشه، هدایت میشه، من خودم صد برابر شما این کار رو کردم. یک موقعی از هدف چی؟ نه این نیست، باش حال میکنی، وقتی باش هستی حالا خوش سر زبونه، رفیقت، باش حال میکنی، هیچ هدایتی هم در کار نیست، تو داری برمیگه، تو به خاطر خدا اون فرد رو مبغوض نمیدونی، حالت خراب. این با اسلام سازگار نیست. و توالی اولیاء الله و تبرع من اعداء الله، موالات و این طرف هم تولا و تبرعی. دعای امام صادق در ماه رمضان، اسألک ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک، خدای من از تو میخوام که وفات من رو قتل در راه قرار بدی. اصلا ببینید یک مؤمن باید آرزو چی بکنه؟ شهادت، کشته شدن توسط کی؟ تحت رایت نبی، زیر پرچم پیغمبر، مع اولیائک، با اولیائت، و اسألک ان تقتل بی اعدائک و اعداء رسولک، و به واسطه من اعدائتو بکش. خدای میخوای زلزله بفرستی، نمیدونم چی، یکم روشاش چیه؟ من برم اینا بزنم بکشم، ردیف کن من برم بزنم بکشم. مبادا دین گوگوری مگوری بهت نشون بدن، اخیراً موت شده دیگه. نه اون دین به درد نمیخوره. اون مثل گفتی مثل چی میشی؟ آدم یه چش میشی. دعای امام علی، تجعلنی فی الاحیاء المرزوقین بعید العدات والعصا تحت لواء الحق رایت الهدى ماضیا على نصرتهم قدما غیر مبلن دوبرا ولا محدث شکا، مرا جزء کسانی قرار بده که در راه تو و در زیر پرچم هدایت تو برای نصرت دین تو به دست بدترین بندگان نافرمانت کشته میشوند، که خدا من به بدترین دست ها کشته بشه. و همین هم شد، به دست کیا به شهادت رسید؟ به دست یکی از مثل ابن ملجم. اون دیشب اون حرفی که بهتون زدم یادتونه در مورد ابن ملجم و نسبش، پسر زن یهودی را بگیرید، هیچ به این دقت کردید؟ چرا تو دعای ندبه میگه قتل او اشقل آخرین، شقیترین مردم آخر زمان رو کشت. این در مورد شمر نگفتن، در مورد این آدم گفت. ولی عجیبه، این چیو خدا میدونه در مورد این آدم. امام رضا شنیدید که سه تا نکته داشت در مورد عزاداری عبدالله، ابو عبدالله، شما یکیشو بیشتر تو حیات میگن، فبکل الحسین، اگه میخوای بر چیزی گریه کنی گریه کن بر امام حسین. سوم چیزی که حضرت میفرماد اینه، ان سرک ان تسکن الغرف المبنیه فی الجنه، اگه میخوای توی بناهای بنا شده در اتاقها و غرفه های بنا شده در جنت ساکن بشی، مع نبی، پیامبر هم اتاقیت باشه، عجب. فلعن قتلت امیر قتلت الحسین، پس لعن کن قاتلای امام حسین. نمیشه آدم ناخواسته از یزیدم خوشش بیاد زیر علم امام حسینم سینه بزنه. و اگه خورده بازترش کنم، نمیشه آدم هم از یزیدی ها خوشش بیاد و هم دل در گرو حسینی ها داشته باشه. گفت امام حسین فرمود مثلی لا یبای مثل، یکی مثل حسین با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه، صحبت مثل بودنه. نمیشه هم از مثل یزیدی ها خوشت بیاد و بخوای اون مصداق یزیدی ها رو بیاد، میگه بدتر از این صهیونیست ها آمریکا باید دیگه چیکار کنه، اسرائیل باید چیکار کنه، هم تعدلت با اونا بشه هم تعدلت میشه با امام حسین بشه. خیلی ها گفتن فلانی ما عرق میخوردیم با این حرف دیگه نخوردیم، دوباره پس بگم، خیلی ها بهم گفتن نمیتونی که از اون و رفتارهای یزیدی هم داشته باشی از این طرف از امام حسین خوشت بیاد. من یه جمله میگم، اونی که عرق خور بود تو این ماجرا زبانم لال، امام حسین نبود، از قضا اونی بود که چوب برداشته بود مسح کرده بود میزد به لب و دندان مبارک، اون میخورد. حالا خود دانی،
حالا یه شب عروسیه، نمیدونم مهمونی، همینجا شروع میشه. لعنه بر دشمنان خدا، دشمنان اهل بیت، که شرطشو گفتیم، که خود زیارت هاشی رو ما یاد میده. یکی مثل یزید رو علنی میگه، یه سری دیگر رو چیکار میکنه؟ رو کد میگه. لزومی نیست علنی بگی، تو دلتون براعته باشه. و اون فرد، از اون فرد مهمتر چی مهمه؟ رفتارهای اون فرد که موجب لعن شده. بله، یه سری اثرات وضعی هم داره. با اطلاع بهجت رسیدن گفتن آقا ما صلوات بفرستیم اینا. ایشون فهمود اول تخلیه بعد تحلیه. گفت این لعنه بر دشمنان اهل بیت شما رو چیکار میکنه؟ اول خالی میکنه، ظرفت پاک میشه، بعد حالا هرچی آب بریزن پاکه. اما اگه یه قطره نجاست تعلیوان باشه آب بریزی، نجاست بیشتر میشه. برای همین تو دعاهام که اول استغفار کنید، پاک شید، ظرفتون رو پاک بکنید، بعد یه چیز بریزید توش. براءت از دشمنان خدا یعنی براءت از رفتارهاشون. رفتارهای اونا یعنی گناه، انرژی گناهه. اینقدر مهمه این مسئله که جالبه تحت عنوان رزق ازش یاد شده، و رزقن البراءت من اعدائکم، خدای رزقم کن براءت از دشمناتو. پس به این سادگی ها بگید نیست. آقا معلومه دیگه، معلومه از چه میدونم فلان دشمن خدا بدم میاد. نه این نیست. نگاه میکنیم یه ته دلت کشش داره به یه سری خواسته های اون آدم. خود اون فرد که الزاماً مد نظر نیستش، که خیلی جاها میبینی اون از چیزای خوشش میاد که تو هم از همونا داره خوشت میاد. پس رزق بهت نشده، بهت رزق نشده. این رزق اگه تو دعاهامون دیدی یه جایی میگه الله مرزقنی، این چیزا خیلی مهمه. در مورد حضرت مریم همینجا گفتم، اون شب قدیر بود، خورد به آمدن یکی از بزرگواران، یه عده متوجه نشدم از سرا بردش، به خاطر اون کشش ندادم. یه اعتقاد دارم اگه دیدم جمع چیز رو نگرف ادامه نمیدم، اما الان میگم چون حواسا جمعه. حضرت زکریا وقتی رسید دید حضرت مریم رزق براش اومده، رزق اعم از انگور و میوه و اونجور چیزاست. گفت این از کجا اومده؟ حضرت مریم پاسخ داد سوره آل عمران، هو من عند الله، چی؟ او از سمت خداست. قضا رو که عرب بهش هو نمیگه، که کی اونجا بود که به واسطه او به مریم رزق رسیده بود؟ اگر حضرت مریم قدیس است، رشد کرده، به واسطه اوست، همون هوه که واسطه فیض الهیه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین. ببین اللهم ارزقنی توفیق طاعة و بعد المعصیه و صدق نیه، اللهم ارزقنی توفیق شهادت فی سبیل مولانا صاحب الزمان. اینا میبینی؟ اینا رزقه. دقت کن، فکر کن تو زیارت امین الله آخرش میگه و مواعد المستطعمین معده، میگه سفره‌های اونایی که طعام میخوان. استطعام باب استفعال، باز طلب طعامه. میگه معده فراهم شده که چی بگیرن؟ آخر زیارت نامه شام میدن؟ نه، بعد این دعا رو که خوندی میگه الان سفره پهن، بریزید بردارید. آخ آخ، اون آدمی که حواسش فقط از دنیا شکم و زیر شکم و فهمیده، کی میفهمه که براءت از دشمنان خدایی که از رزقاست، که این آدم نداره. فلذا این آدم سوزنش گیر میکنه روی یه نفر آدم، لجن میکنه، هی بلند میشه، علنی داد میزنه، به اون آدم فوش میده، کلی وحدت و محدت همیشه به هم میریزه. از قضا کاملا در گلو رفتارهای همون آدم داره. کاملا به اون آدم چرا میگی؟ میدونی که از ویژگی های اون آدم که شما داری مثلا لعنش میکنی این بود که خیلی بد اخلاق بود؟ بود که بد اخلاقی که تو همونی، کوچیک درشی. خدا بهت لطف کرد در زمان پیامبر به دنیا نیومدی، چون اگه در زمان پیامبر به دنیا اومدی شاید او میشدی. یک موقع یه نفر جلوی یه آدم مثلا خوب، جلوی برادر بزرگوار اونجا نشسته، با این در میفته، به اندازه در افتادنش با این نماد خوبی، چون آدمای خوب نور دارن دیگه ها، سایه تولید میکنه. یه موقع از جلو خورشید وای میسته، شب درست میکنه. فهمید چی شد؟ شب درست میکنه.
یه موقع است ببین ما بدیامون مثل منفیه، یه موقع است میریم به جنگ صد، عدد صد میشیم منفیه چی؟ صد، به اندازه همون بد میشیم. یه موقع است میریم به جنگ با میلیارد، میشیم منفی میلیارد. همین چیزا تو وجودش رو سوزنش گیریاره جدا نمیفهمه. این رزقه. من سره ان یکون علی مواعد النور، اگر یک کسی میخواد سر سفره‌های نور بشینه، یوم القیامه فلیکن من زوار الحسین ابن علی، پس باید از زائران حسین ابن علی باشه. این رزق. من خیلی وقتا دیدم تو هیئت ها مثلا آخرش یه داد بزن میگن کربلا، میگم خدایا متوجهن چیو دارن میگن؟ همه متوجهن این که داره میگه کربلا یعنی چی؟ یه زائر، اون زائری که بلند میشه میره کربلا و بعد بریم، هم داره میریم هم الحمدلله هر سال میریم، درست شد؟ خب یه موقع است این دل زائر امام حسینه، صبح و شبت امام حسینه. تو داره یمن رو نشون میده، یه بچه کوچیک میبینیم اینجا داره شرشر اشک میریزه، چیه؟ یاد علی اصغر افتاده. یه نفر یه رسیده به روزه حالی، در همه حال یاد این دائم و زائره، دائم داره زیارت میکنه خود. پس این زیارت فیزیکی که با پامیری موضوعیت داره، حالا آقا تو برو پشت و خونت وایسته، رو به حرم حسین وایسته، سلام بگو، اش تو چشت حلقه بزنه. همینجا حرم امام حسین، وقتی زائرای امام حسین اومدن نشستن، وقتی دوستداران امام حسین اومدن نشستن، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، اینجا رو کربلا کن، بیاید بریم کل دنیا رو کربلا کنیم. اینه. در روایت اومده رزق برخی از ملائکه تسبیح، سبحان الله میگن، رزق برخی دیگهشون چیه؟ تکبیر، الله اکبر میگن. اینا رزقای مهمتری هن. قرآن میفرماد، آیه قرآن براتون میخونم، کلمتن طیبه، همون شجره طیبه بود، خب که شجرتن طیبه، میگه کلمه طیبه مثل شجره طیبه است. شجره طیبه هم گفتین اهل بیت، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، میگه این شاخهاش تو آسمونه، تو اتی و کلها میوهاشو میده کل این، هر موقع بخوای به اذن ربا. برید از این میوه ها بگیرید. ما کلی خواسته های دنیاوی داریم، بگیرید بسم الله آقا جون، نمک غذاتون رو از خدا و اهل بیت بخواید. اصلا من چیز به شما میگم، خیلی از خدا چیز بخواید، خیلی خدا ارحم الراحمینه، هر چی بخواید میده، امکان نداره نده. آقا خیلی وقت شده به من دیست خواستم نداده، به چی میگی؟ آوری کلا، یا این دنیا بهت میده یا اون دنیا بهت میده. پس زیاد چیز بخواد، کنار خیابون ایستادی، خدا یه تاکسی برسون، بگو خدا یه تاکسی برسون کولر دار باشه، خدا یه تاکسی برسون جلو خالی باشه. خیلی این خوبیش چیه؟ اولا شما دائم داری با خدا مکالمه میکنی، خدا صبح تا شب باهاته، ذکر خدا فکر کنی، مثلا الله الله الله، مثلا مثل صوفیه کلت تکون بدی میگه الله فقط، نه ذکر یعنی یاد خدا باشی، علاوه ذکر الله یاد خدا دل رو آروم میکنه، که فقط بگی خدا، بله همین ذکر که میگی آرومم میکنه، اما این کمترین برداشت از این سفره عظیمه. این که تو دائم یاد خدا باشی، کسی دائم یاد خدا باشه اصلا چیزی میترسه؟ غمی سراغش میاد؟ نه. بعد نماز نشسته داره تسبیحات میگه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، همه صفحه و چارتاش که تو الله اکبر، وقتی خدا بزرگترینه، من اینگه غمه چی داشته باشم؟ برید از این شجره طیبه میوه بچینید. یکی از این رزقا چی بود؟ براءت. بله بله خیلی خوبه. اصلا براءت یه ویژگی دیگه هم داره، گفتیم که از مشکلات ما اینه که تو مسیر رسیدن به خدا ثبات قدم نداریم. یکی از مقامات ثبات قدم که گفتیم، حالا شبهای اندگه فرصت شد میگیم، اگر هم نشد که جلسات بعدی انشالله، یه فرصت جای دیگه خوب نیت داشته باشید. این ثبات قدم اگه نباشه چی میشه؟ شما میری، هم گفتیم تست کنکور تا آخر
نمیری بزنی، راه حل درست میری، جواب آخر میمونی ول میکنی تا جواب درستو نمیزنی. هر چی هم زحمت کشیدی راه حل رفتی، دو قرونم نمیارزه، از زمان کنکورت هم بیخود گرفتی. ثبات قدم یکی از ویژگی هاش این شرط رسیدن به ثبات قدم گذر از شکه، گذر از تردیده، و این بدون براءت میسر نیست. من با خیلی ها بودن صحبت میکردم، طرف شیعه شده بود، یه جلسه دو جلسه صحبت کردم شیعه، بعد میگو ببین من الان واقعا در این به این کاملم، در این که شک دیگه ندارم که حق با اهل بیت بوده، حقشونو خوردن، باید میرسن. میگفت اما دو دلم براءت بکنم از دشمناشون. یعنی این احتمالی که بعدن چپ بکنه هست. این اینه که یه نفر، یه جاده‌ای داریم، خوب گوش کنید، یه جاده‌ای هست خط‌کشی وسط جاده نیست، خیلی خطرناک، یه جاده از خط‌کشی وسط جاده هست گاردای کنار جاده نیست، اونم خطرناک. درستش چیه؟ هم یه کشش که بگه این، هم یه براءت از بیراهه ها. گارد باید بذاری، وگرنه ثبات قدم گفتیم شرط رسیدنش میشه که هم براءت. کسی که اعلام براءت میکنه دیگه خطشو جدا میکنه با اون آدما، با اون تفکرها که از آدما مونده. نکته دیگه، براءت از چی؟ وقتی شما میگه براءت از چی، بعد خط وسط جاده رو چیکار کنی؟ بشناسی دیگه. براءت از هر چیزی که من از خط وسط جاده دور بکنه. پس بعد اصول و شناخت، این توحید. میبینید چقدر جالب، همه استخون بندی تو اصلا جا میندازه همه چی. بعد بریم اصول رو بشناسیم. یک نفر اصلا اینو چرا همچی فوش میده؟ این آدم دروغ میگه، خدا رو نمیشناسه. الان مده به فلانی فوش میدیم، فوش میدیم. مده به بهوانی فوش میدیم، فوش میدیم. این دروغگوه، این خدا رو نمیشناسه. روایت هم دقت کنید دروغگو معرفی شده به همچی کسی. یه نکته دوباره تاکید بکنم، دشمنی با فرد یا مبانی اون افراد، با اون صفتهایی که اون فرد اون کاری کرد. من تو سخنرانی مشهد کردم در مورد چهار تا شخصیت کربلا، دو تا از خوبا گفتم، دو تا از بدا. اونجا گفتم که من رفتم تحقیق کردم این ویژگی‌های شم بود، این خلقیاتو داشت، یک کنایه گو بود، تیکه مینداخت، آتیش میزد دل یه نفر. میبینی که عمدن میدید ابا عبدالله زنده است، حمله کنید به خیمه ها، حمله کنید به خیمه ها، عمدی میگفت، میخواست بسوزونه دل حضرت. حسود بود. اینا که تو جمع میدونم نیست دیگه، تیکهی که نمیندازیم یه وقت، خانوما خانوما، تیکهی که یه وقت نمیندازیم دل کسی رو بسوزونیم، آقایون آقایون. حسادت، خدا به یه کسی یه چیزی داده، مگه مال من گرفته داده؟ مگه اصلا شما خودتون صاحب چیزی میدونید؟ مالک یوم الدین، مالکونه. قاطی نکنی یا 70 سال 80 سال یه چیزی بهت دادن ببینن چجوری باش تا میکنی. حسود. شمر زیراب زن بود، رفت زیراب خود عمر سعد هم زد پیش ابن زیاد دیگه، با ببین این به جنگ با حسین نیست، بذار من برم بشم فرمانده لشکر، منو بذار فرمانده ری. عمر سعد گفت بس باشه، ابن زیاد گفت بس باشه بذار من اتمام حجت کنم، یه نامه نش به عمر سعد که اگر نمیخوای بجنگی اعلام استعفا بده، شمر جای تو. به شمرم یه حکم داد، اگر اعلام کرد نمیخوام بجنگم، همونجا گردنشو میزنی میشینی جاش. چون عمر سعد نه گوی سبقت از شمر بود، بد خلق بود. اینا که تو ما نیستی انشاءالله. نکته آخر رو من برای بحث لن بگم، بعدش هم یک بحثی رو شروع میکنم که احتمالاً خیلی هم بحث جالب و بسیار اهل بیتی و شیرین و قرآنی. این که لن باید با همه عناصر دیگر هندسه دین جور باشه. ببینید مثلا یه نفر میگه که محرم نامحرم، این از اسلام چیه؟ فهمید بارک الله، خوب خدا پدرت بیامرزه. بعد مثلا طرف داره میمیره تو پردگاه، داره میفته داره میمیره،
5 ثانیه مونده دیگه این دست پنجاش باز شه بیفته ته دره، نامحرم من که نمیدونم دستینو میگیرم. ای بابا همون ور دینم میگه باید جون آدما رو نجات بده. نه نامحرم. اینا آدمایی که هندسه دینو نفهمیدن، اینا ساختمان دینو نفهمیدن، اون معماری درست دینو نفهمیدن. بله خیلی از کارا رو فرمان داده میشه، اما یک جایی میگن فتیله رو بکش پایین، الان وقتش نیست، الان سکوت، الان آروم، اینجا نه، با خودتون علنی نه. نمیدونم میفهمید منظورم چی دیگه، واضح‌تر نگم، الان وقتش نیست اینجوری. ما امام صادقش در مورد روی منبر در مورد یک نفر یه حرفی بعد اینا تعجب کردم، آقا این چی فرمودی فلان؟ کمینه فلانی نشسته بود جلو هر کس. نه امروز با این شبکه‌های اجتماعی و این چیزایی که اومده قد مطمئنی حرفی که میزنی به گوشت کسی نمیرسه، خونی خون ریزه، تو در اون خون شریکی. این با هندسه دین سازگار میگید؟ همین سوابه که گفتم به شرطی که یه بره دیگه دین که نریزه به هم، که میگن باید وارد این ساختمون شد. باشه دیوار با کلنگ که نباید خراب کنی، که در داره، اصول داره هر چیزی. ما لعن رو به جبهه باطل میدیم، پس لعن ما رو به جبهه باطل میرسونه، به دستگاه کفر باید پی ببریم. آدم ببین دستگاه رو بزن، دستگاه داره هی مثل ربات عینا میسازه، شمر تموم شد. الان فکر کرد، من یه سوال از شما دارم خدا وکیلی، اینایی که با اون شهید محسن حجاجی این کارو کردن تو کربلا بودن چیکار میکرد؟ خدا وکیلی کمتر از اون میکردن؟ بدترش هم میکردن. من میگم دستگاه رو بشناس، هی رفتی با آدما داری در میافتی، آخه این چه کاریه؟ داره نشون میده یه نفر چون موهب به اهل بیت داره اینجوری میزنه، این دستش به خود اهل بیت برسه چی کار میکنه؟ ما باید اون دستگاه کفر رو بشناسیم، بت پرستی رو بزنیم. بت که بابا قرآن میگه بت بعضی خودشونن، طرف نماز داره میخونه خودش بت خودشه، میبینی از هیئت بلند میشه میره یک داستانی. چقدر حاضر از آبروش برای اهل بیت بگذره؟ ببین اهل بیت به دیسیپلین من صدمه نزنن. ولا یخافون لو ما تلائم از سرزنشی سرزنش کننده نترس، یعنی سرزنش میشی، یعنی فوش میخوری، یعنی مسخرت میکنی، یه درک کار خودو محکم بگی برو. نقطه مقابل جبهه حق این بسیار با برنامه است، فکر نکنید آقای پخمه این شیطان اون بالا نشسته. لعقودن نه علا سرات، سرات مستقیم کامل میشناسه. اگه نشناسه که مردم نمیتونه بیراه را ببر، باید کار راه درست رو بشناسه بگه این نه. پس میشناسه، سرات مستقیم کامل شناخت داره ابلیس روش، به اون سمت ما رو میبره. شما وقتی میخوای اعلام براءت بکنی نسبت به این دستگاه با برنامه‌ای که من دیشب صحبتم پیرامون چی بود، که اینا برنامه دارن، با برنامه حضرت علی اکبر زدن، با برنامه حضرت علی اصغر رو زدن، برنامه‌ریزیشون دقیق استادانه است ریز، اما هیچ وقت به خدا نمیرسه. مکر میکنن، وقت مکر و مکرون و عند الله مکرون و ان کان مکرون لتزول من الجبال، مکر میکنن، مکرشون کف دست خداست. یه نفر به اندازه آدم ها دیگه، هر کسی میاد سر سفره، بعضی اصلا عجله دارن یه لقمه نون پنیر درست میکنن میرن، یه نفر با میسه واسه پلو خورشتش، از این سفره هر کس به اندازه فهم و شعورش برداشت میکنه. از سفره براءت هم همینه، یکی در حد یه آدمی که 1400 سال پیش مرده فهم میکنه از براءت، یکی نه دستگاه میشناسه، وقتی دستگاه شناخت میگه اینم تولید همون دستگاه، اینم میزنه، اونم میزنه. که از بدترین کارهایی که ابلیس کرد و حرفه‌ای ترین که یکی از تولیدات جدیدشو گوش کن، تولیدات جدیدشو تو لفافه دین پیچید داد بیرون که نتونی تشخیص بدی. الان گلوبولای سفید ما چرا کاری ندارن با ایدز؟
برای اینکه میاد رو خود گلوبول سفید سوار میشه، پیرهن پلیس رو تنش میکنه. الان کسی که میخوان خیلی حرفه‌ای دزدی میکنن، میان چیکار میکنن؟ دیدید میگن کارت شناسایی بخواد، میره پیرهن پلیس تنش میکنه. شیطان هم داره این کارو میکنه. یکی از جاهایی که به شدت عالی میشه رفتارهای غیر عقلانی رو آورد زد پوشش چیز، همین هیئت. دقیقاً بیار یه ملافه از یه پوشش از محبت تنش کن بفرستش جلو. فلذا یه جا شما میخوای با دشمنا بجنگی، یک عده علم دوستی برمی‌دارن. جنگ چیه؟ نه گرفتی چی شد؟ شیطان اینجا براعت رو دیگه چی جوری زد؟ یا میگه یه آقا به پیر به پیغمبر، آقا کدومش شما به اندازه نمیدونم، بعید میدونم تو جمع کسی بشه به اندازه بنده با این خارجا با این مستبصرین سر کله بزنه. بارها اینا میان میگن بابا خیلی شما، طرف میگه من خودم شیعه شدم داداشم نشد. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه من خواستم شیعه رو بهش معرفی کنم، میرفته گفته ببینیم این داداش شما چی شده. گفت تو چی شدی؟ من گفتم شیعه. رفته بود زده و قمه زنی رو دیده بود. گفت هر کاریش کردم دیگه، گفت نه اینا وحشیه، امکان نداشتم. گفت اینا زامبی هن. گفت نگاه کن این کسی که این کار با خودش میکنه، ببین ما رو میخواد چیکار کنه. میگه هر چی گفتم بابا برای امام حسین. گفت امام حسین کی؟ برو بابا تو دیوونه ای، نمیشناسه دیگه. صد بعد به همین آدم میگی که خب باسم رو تو بیا برو خون بده خودتو. حالا چی مثال براتون میزنم؟ این شیخ زکزکی 10 میلیون نفر تو آفریقا شیره کرد با چی؟ با ایده اهدای خون. روز عاشورا اربعین میگه برید خون بدید به مسلمان‌ها، بدید به خونا مسلمان‌ها خون بدن، به شیعه ها خون بدن، نه به هر کی. میگه برو اهدای خون، سازمان انتقال خون اونجا بگو خون منو مفت. هر کسی میفهمید اون روز خونه رایگان تو رگش رفته تو بیمارستان، میگفتن خون شیعه ها سا. اینا چرا این کارو میکنن؟ اینا امامشون اینجوری بوده. باریک الله عجب امامی، بی بریم شیعه بشی. بعد شیخ زاکزاکی رو بردن چپوندن تو زندان، 3 پسرشو کشتن. کیا؟ دستگاهه، اون دستگاهه. بعد این وریا رو آزاد گذاشته تو انگلیس، حسینیه دارن براشون، برای غم زنیشون آمبولانس میفرسته. عجیبه. ما یه کمپینی رو انداختیم، کمپین اهدای خونه مسلمان شیعه. بعضی رو پرسیدن مسلمان شیعهش برای چه؟ میگیم به کی؟ بخاطر اینکه شیعه مسلم این عبارت سرچای گوگل رو تغییر بده. برید تو گوگل ایمیج بزنید شیعه مسلم ببینید چی میاد. 2 ما میگیم مسلمان شیعه خونشو به همه میده، به مسیحی هم خون میده، به سنی هم خون میده، به یهودی هم خون میده. اینو از امامش یاد گرفته. گفت دین ندارید؟ آزاد مرد باشید. طرف تو آمریکا که اصلا بچه‌ای که داره تو این کمپین فعالیت میکنه تو آمریکا رفته جلوی که گرفته، گفتم امام حسین میشناسی؟ گفته نه. گفتم امام حسین اینه، ما هر ساله تو ایام عزاداریش میام خون میدیم رایگان. دست این بنده خدا گرفته پاشو بریم منم میخوام خون بدم. چقدر خوبه این امام حسین شما. فیلمش رو کانال گذاشتیم، خانم آمریکایی مسلمونی سرلخ نشسته دراز کشه رو تخت داره خون میده. جالبه خیلی از همین هنرپیشه ها، خواننده ها، هنرمند ها پیوستن به این کمپین. با برخی از نگم کیا تماس گرفته شد، میگفتیم میپیونده؟ میگفت نه. میگفتیم چرا؟ میگفت فوش بهم میدن. خیلی عجیبه. دیسیپلین من رو نباید بشکنی. دستگاه کفر که اون موقع امام حسین میزد، من به شما عرض بکنم علی اکبر میزد، الان داره محسن حججی میزنه، الان تو یمن داره قتل عام انجام میده. هیچ شک نکن همون دستگاه میدونه داره چی کار میکنه. و یک عاده آدم سوزنشون گیر کرده 1400 سال بشه، میگه آقا یزید زمانتون بشناس. فردا بحث تفسیر سوره فجر رو براتون میگم، تون براعتی که داره ببین چی میگه. اون دستگاه برنامه ریزی داره. اون دستگاه بهش گفتن ببین جنگ درست میشه، زدید کشتید قتل عام کنید، مطمئن نمیشید کشتید، اون لا دنبال علی بگردید. اومده بعد از حسین، اونی که راه ادامه میده اسمش چیه؟ علیه. حالا اون حکمت خدا رو میبینیم که چرا امام سجاد چی شد؟ بیمار شد اون روز. برای همینم هم عرض کردم علی ها رو چطور زدن؟ ویژه زدن.
باید قطعیت پیدا میکردن که کشته شد. تکه تکه کردن حضرت علی اکبر. اربن اربا فارسیش سخته، میشه قیمه قیمه، که حضرت اصلا مونده بود من چجوری پیکر جمع کنم ببرم. خود معاویه عجیبه، میگه که اگر کسی، اون یه بار یه خطبه داره میگه اگر کسی واقعا بخواد لایق باشه بعد از من خلیفه بشه، علی اکبر. حضرت علی اکبر معرفه ما، میگه من هر جوری نگاه میکنم این آدم از نسب از فلان از خودشون معترف بودن، بعد این علی اکبر من چطور میزنن. مختار از یکی از همین کسایی که زده بود حضرت علی اکبر رو، ازش بازجویی که کشیده بود گفتش که جز جاهایی بود که ما دیدیم این بچه ها امام حسین را دنبال یکی افتاده بود، گفت این بچه ها دنبالش را میرفت، گفت خدای تو شاهد باش دارم اشبه الناس خلقا و خلقا منطقن. گمان مردم هم که میدونید دیگه این بود که بعد از امام حسین امام بعدی کیه؟ علی اکبره. گمان مردم بر این بود، برای همین یک عده مدعی شدن که بعد از شهادت حضرت علی اکبر بدع صورت گرفت، یعنی امام قرار بود علی اکبر باشه شد امام سجاده، یعنی نقشه خدا تغییر کرد. نه، اسم ائمه در لوح محفوظ، این برداشت مردمه، دلیل نمیشه که برداشت مردم درست باشه. یکی از اساتید اخلاق تهران هم که چند سال پیش فوت کرد، ایشون یکی از نوشته‌هاش دیدم همین چیزی رو نوشته. خوب عنایت داشته باشید، اینها اینطور اومدن به گفتن این امام بعدی، تموم کنید کارو، چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست، چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست، و از این پیر جوان مرده کمانی تر نیست. در کنار تو اما باز به خود میگویم نه حسین، در کنار تو اما باز به خود میگویم نه حسین، این تن سچاک علی اکبر نیست. دست و پایی، نفسی، نیم نگاهی، پلکی، غیر خونابه مگر ناله در این حنجر نیست. هر کجا دست کشیدم ز تنت گشت جدا، هر کجا دست کشیدم ز تنت گشت جدا، بند بندت همه پاشیده دگر پیکر نیست. دیدنی گشته اگر دست و سر و سینه تو، دیدنی گشته اگر دست و سر و سینه تو، دیدنی تر ز من و خنده این لشکر نیست. استخوان‌های تو و پشت پدر هر دو شکست، استخوان‌های تو و پشت پدر هر دو شکست، باز هم شکر کنار من و تو مادر نیست. تعجیل الفرج حضرت صاحب الزمان منتقم آل الله صلوات الله علیه و آله.